بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به دانش آموزان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه و سلامت و تندرست باشه. بحثی که امروز داریم در دنباله بحث الکتریسیته جاری هستش. از این قسمت تا انتهای فصل الکتریسیته جاری اهمیت فوق‌العاده‌ای تو تستای کنکور داره، بنابراین بیشترین وقتتون رو تو قسمت الکتریسیته جاری تو این قسمت بحث صرف کنید. نیروی محرکه الکتریکی و مدارها رو ما داریم. ما میدونیم منبع نیروی محرکه الکتریکی مثل همون باتری مولد هستش. اصلا نیروی محرکه الکتریکی کاری هستش که این منبع یا مولد انجام میده تا بارهای الکتریکی تو مدار شروع کنن به حرکت کردن، از پتانسیل کمتر برن به سمت پتانسیل بیشتر. خود باتری هم کارش به همین صورته. یعنی شما اگه توی باتری رو بیاین در نظر بگیرین، یه مدار خیلی ساده رو من بکشم برای شما، مثلا توی این مدار ساده ما جهت جریان قراردادی رو گفتیم از پایانه پتانسیل بیشتر یا از پایانه مثبت به سمت پایانه منفی هستش. پس مثلا فرض کنید یه بار الکتریکی از اینجا شروع میکنه به حرکت کردن، میاد از مقاومت عبور میکنه و وارد پایانه منفی میشه. خب تو اینجا انرژیش دیگه خیلی کم میشه، باتری میاد روی این پایانه کار انجام میده، مجددا بار رو از پایانه منفی به پایانه مثبت منتقل میکنه و این عمل ادامه پیدا میکنه تا آخر. به این منبع نیروی محرکه الکتریکی ما اصطلاحا EMF هم میگیم. نیروی محرکه الکتریکی رو ما با حرف ای نشون میدیم. هر باتری، هر مولدی که شما در نظر بگیرید، دو تا رسم الخط رو ما براش خواهیم داشت، یا ای و آر که این مقاومت درونی مولد هست، با این نماد نشون میدن توی یک مولد، یا اینکه به این صورت نشونش میدن، ای و آر. و این دوتا یکسانه. وقتی که اینو می نویسن یعنی اینکه این باتری نیرو محرکه ای داره به اندازه ای و مقاومت درونی آر. این ای رو هم به صورت اپسیلون ما می نویسیم که با اون ای میدان الکتریکی اشتباه نشه. و رابطه ای هم که داریم، ای مقدار کاری که انجام میشه بر واحد بار الکتریکی مثبت دیگه تو اینجا، تا اون رو از پایانه با پتانسیل کمتر به پایانه به پتانسیل بیشتر ببره و در مدار جریان پیدا کنه. یکای نیرو محرک الکتریکی هم همین ولت هستش. این رو ما در حقیقت تو فیزیک دو داشتیم. اینجا روابطی رو ملاحظه میکنید که در حقیقت تغییرات انرژی پتانسیل الکتریکی برابر شده با همون مقدار کاری که رو واحد بار انجام میشه و دلتا دبلیو رو هم به صورت ای دلتا کیو نوشته، بازی کرده با روابط و نهایتاً به رابطه یو مساوی با ای آی دلتا تی یا ای آی تی رسیدیم، که حالا تو ما بحث انرژی الکتریکی مصرفی که تو قسمت توان الکتریکی هست من اونجا مطرح میکنم، روابطش رو با هم بررسی میکنیم. فعلاً خیلی من کاری به اینها ندارم، چیزهای آسونی هستش. جهت میدان الکتریکی درون باتری قبلا گفتیم از قطب مثبت به سمت قطب منفی، این جهت میدان الکتریکی بون هست ای. پس هنگامی که در حقیقت باتری داره کار انجام میده رو واحد بار مثبت تا این رو از پتانسیل کم بیاره به پتانسیل زیاد، علامت مثبت هستش. پتانسیل اگر در جهت میدان پیش بریم گفتیم پتانسیل کم میشه، خلاف جهت میدان پیش بریم پتانسیل افزایش پیدا میکنه. نکته ای بود که تو فصل دو بهش اشاره کردیم. منبع های نیروهای محرکه الکتریکی دو نوع هستند، یا منبع محرکمون آرمانیه یا منبع نیروی محرکمون واقعی هستش. اگه منبع نیرو محرکتون آرمانی باشه یعنی مقاومت درونی صفره. اگه مواد درونی صفر باشه یعنی اون مولد آرمانیه، واقعیت خارجی نداره. ولی خب بعضا تو یه سری از تست ها ما خواهیم داشت برای ساده سازی، مدل سازی،
این کار رو انجام میدیم. و اگر منبع نیرو محرکتونم واقعی باشه که در حقیقت بیشتر تستاتونم تو این قسمت نهفته هستش، دیگه مقاومت درونیتون مخالف صفر هستش. یعنی در اون نیرو محرکه یا در اون مولد یه مقاومت درونی وجود داره که هنگامی که جریان میخواد عبور کنه مقاومت میکنه. توجه کنید بچه ها، مقاومت درونی یا مقاومت داخلی یک باتری رو ما نمیتونیم با یک اوم سنج بیاییم اندازه گیری کنیم. مثلا شما فرض کنید این یک سیم باشه، من میتونم اوم سنج رو بیام به دو سر این وصل کنم، مقاومتشون اوم سنج به من نشون میده. ولی اگر همین سیم حامل جریان بشود، یعنی وصل بشه به یه منبع ولتاژی، دیگه من نمیتونم بیام اوم متر بهش وصل کنم و بگم مقاومتش الان چقدره. اینو دیگه بایستی بریم با رابطه آر مساوی وی آی اوم و تشکیل مداری که ولت سنج و آمپر سنج داشته باشه بتونیم مقاومتش رو اندازه گیری کنیم. باتری ها هم به همین صورت هستن، مقاومت داخلیشون رو شما نمیتونید بیاید با اوم سنج اندازه بگیرید، بلکه باید توی مداری قرارش بدیم. حالا با توجه به روابطی که در جلوتر مشاهده میکنیم، مقاومت درونیشون قابل اندازه گیری خواهد شد. پس این هم یه نکته ای که پیرامون مطلب منبع نیروهای محرکه آرمانی و واقعی ما داشتیم. مطلب بعدی تو این قسمت بیایم سر وقت مدارهای تک حلقه و افت پتانسیل در مقاومت الکتریکی ببینیم مفاهیم اینها چی هستش. اولین چیزی که ما داریم آشنایی با ولت سنج و آمپر سنج هست. ببینید ولت سنج چیه؟ ولت سنج یه دستگاهیه که مقاومت داخلش خیلی زیاده. همونطوری هم که تو تعریف گفتیم، اکثر ولت سنج ها که تعریف میشه یا تو شکل داده میشه تو مسئله ها حالت های ایدئالی دارن، یعنی مقاومتشون بی نهایته. تو ولت سنج نباید جریانی ازش عبور کنه، یعنی باید مقاومت اونقدر بالا باشه تا هیچ جریانی بهش وارد نشه. برای اینکه یک ولت سنج قرار بگیره تو مدار، نحوه قرارگیریش اینه که باید به صورت موازی بسته بشه. دو سر ولت سنج به دو سر مقاومت بسته میشه. پس این نحوه نادرسته. اگر این نحوه بسته بشه، چون مقاومت ولت سنج بی نهایت هستش، بنابراین جریانی که از مدار عبور میکنه صفره، جریانی ما نداریم. پس این نحوه غلط هست. آمپر سنج دستگاهی هستش که مقاومت الکتریکیش ناچیزه، در حالت ایدئال صفره. برای اندازه گیری جریان به کار برده میشه و نحوه صحیحش هم به صورت سری قرار میگیره. در این صورت این جریان عبور پیدا میکنه. اما نحوه نادرست قرار گرفتن آمپر سنج در یک مدار تو این شرایط غلطه، یعنی به صورت موازی نمیبندیم. دلیلش هم باز میشه همینجا ذکر کرد. اگر ما بیاییم این رو، یعنی آمپر سنج رو من بیام به صورت موازی ببندم، در حقیقت چون مقاومت این آمپر سنج صفر هستش، آره این الان صفره، پس بنابراین این خودش مثل یه سیم عمل میکنه. پتانسیل این نقطه و پتانسیل این نقطه یکسان میشه، بنابراین اختلاف پتانسیل دو سر مقاومتتون صفر میشه، چون اینا پتانسیل هاشون یکسان میشه. پس هیچ اختلاف پتانسیلی اینجا نداریم. پس وقتی هیچ پتانسیلی اینجا نداشته باشیم، یعنی جریانی از این مقاومت عبور نمیکنه، جریان فقط از سیم عبور میکنه. جهت فلشی هم که اینجا هست اشتباه هستش، به سمت پایین میاد و از این عبور میکنه. بعد اصطلاحا ما میگیم این مقاومت اتصال کوتاه میشه تو این قسمت، که حالا تو مدارهای سنگین تر باز بیشتر روی ما صحبت خواهیم کرد. اولین چیزی که تو این قسمت داریم، مفهوم ویژه‌ای که داریم، افت پتانسیل در مقاومت الکتریکیه.
همونطوری که تو فصل یک گفتیم، هر موقع که همسو با میدان الکتریکی از یه نقطه‌ای به یه نقطه دیگه ما میریم، پتانسیل الکتریکی نقاط کاهش پیدا میکنه. همین امر توی یک رسانه هم برقرار هست. گفتیم جهت میدان الکتریکی و جهت جریان یکیه، پس اگر در جهت جریان الکتریکی هم ما پیش بریم، داریم از پتانسیل بیشتر میریم به سمت پتانسیل کمتر، به نوعی همسو با میدان الکتریکی داریم حرکت میکنیم. بنابراین پتانسیلمون به اندازه IR کاهش پیدا میکنه. این کاهش پتانسیل به اندازه IR رو ما اصطلاحاً بهش میگیم افت پتانسیل. پس اصطلاحاً افتی که در پتانسیل رخ میده، اصطلاحاً در مقاومت افت پتانسیل رخ میده، حاصل ضرب IR افت پتانسیل در مقاومت الکتریکی آر نامیده میشه. قسمت بعدی که حالا توی اینجا هم دقیقا این هست، من اگر بخوام بیام برای این یه معادلهی بنویسم، میتونم به این صورت بگم، بگم پتانسیل نقطه آ وی آ هستش، پس چون دارم همسو با جریان از مقاومت عبور میکنم، خب به اندازه یه IR از پتانسیل این کم میشه، پس منهای IR میرسم به نقطه B. پس حاصل VB منهای VA میشه منهای IR. پس به این میگیم افت پتانسیل در مدار. تو محاسبات عددی که جلوتر داریم، این افت پتانسیل علامتهای مثبت در حقیقت منفی IRش رو تو معادلات ثبت میکنیم، اما اگر تو مسئله ازمون بخوان که آقا افت پتانسیل چند ولت هست، دیگه نیازی به اون علامت منفیش نیستش. مدار تک حلقه مداری بود که شامل چند تا مقاومت، سیم رابط، آمپرسنج، ولتسنج، مقاومت که در حقیقت اینها به صورت سری به هم متصل بشن، جریانی که از هر کدوم از این مقاومت ها عبور میکنه یکسان باشه، ما به این مدار میگیم مدار تک حلقه. ساده ترین مدار تک حلقه مداری که از یک مولد با نیروی محرکه ای، مقاومت داخلی آر و یک مقاومت الکتریکی آر و دو تا سیم رابط تشکیل شده باشه. آمپرسنج و ولتسنج به عنوان وسایل اندازه‌گیری هستن که میتونن تو مدارمون باشن. سیم‌های رابطی هم که ما استفاده می‌کنیم، همه‌شون مقاومت‌هاشون رو ناچیز فرض می‌کنیم. بریم تو این رابطه که الان من اینجا نوشته شده با هم یه بررسی داشته باشیم. یه مدار تک حلقه رو شما میبینید، ساده است، مومنت آر داره، باتری ای و آر داره، یه ولتسنج هم به اینجا وصل شده. فرض کنید که من این مدار رو میام طی دو حالت میخوام بررسیش کنم. ببینید این مدار رو من یه بار دیگه شکلش رو اینجا میکشم، آمپرسنج، خب جهتش هم مشخص کنم، اینجا میام یه کلید قطع و وصل میذارم، این هم ای دارد هم آر دارد، یه ولتسنج هم اینجا میذاریم. ببینید زمانی که کلید باز باشه، اگر کلیدتون باز باشه، کلید باز، پس جریان مدارتون صفر میشه. در این صورت اختلاف پتانسیل دو سر باتری همون ای میشه. اگر کلید رو من ببندم، یه معادله ولتاژ رو میتونیم اینجا داشته باشیم که این معادله ولتاژ رو که من بیام بنویسم، ولتاژ دو سر مولد از این رابطه قابل محاسبه است، ای منهای آی آر. خب آی که صرف بشود وی ای میشود،
اگر کلید بسته باشه چی؟ ولتاژ از این رابطه به دست میاد. عدد آمپرسنج رو میخونید، ایو که دارید، ویو که عدد ولتسنج میخونید، از این میتونید اندازه گیری کنید، مقاومت درونی مولد رو حساب کنید. چیزی بود که گفتم با آمپرسنج نمیتونید به دست بیارید. افت پتانسیل درون مولد رو با آی آر ما نشون میدیم. پس آی جریان کلی مدار، از این رابطه ای آر کوچیک به اضافه آر کل ما میتونیم به دست بیاریم. این وی هم همین رابطه ای منهای آی آره. اینجا اومدیم به جای آی آره، به جای آیش اومدیم میتونیم ای آر به اضافه آر قرار بدیم. کل این وی هم خودش آی آره، آی آر بزرگیه. پس توجه کنید اختلاف پتانسیل این دو سر یه منهای آی آر، اختلاف پتانسیل این دو سر آی آر. از ترکیب این دوتا، یعنی این طرفین رو با هم مساوی قرار بدید، این به دست میاد. حالا وی مساوی با آی آر، این آی که اینجا به دست آورده شده قرار میدیم داخل این، این رابطه ای که اینجا هست به دست میاد. بریم سر وقت نمودارها. نمودارها نمودارهای مهمی هستند، به خصوص نمودار وسطی که اهمیت بسزایی داره. خب این نموداره چی داره نشون میده؟ نمودار تغییرات جریان بر حسب آره. با افزایش آر جریان مدارتون شروع میکنه به کاهش. ماکسیموم جریان ای آرومه، ماکسیموم جریان کیه؟ اینجا به ازای این آره صفر بشه. پس این آی که الان اینجا گذاشته، این آی ماکسیمومه. خب بچه ها توجه کنید تو این قسمت، تو این نموداره، اینم که رابطه V بر حسب آره که اینجاست دیگه. نگاه کنید V E R آره به اضافه R، نمودارش به این صورت ترسیم میشه، نه مشخصه. من با این نمودار کار دارم. این چیزهایی که میخوام بگم پیرامون این نموداره هستش. رابطه‌ای که ما داشتیم وی بود ای امن های آی آر. پس توی این، این وی، این آی، اگر آی صفر بشود وی ای میشود. خب کی آی صفر میشه؟ آی صفر کی بود؟ زمانی بود که یک کلید باز باشه. اگه کلید باز باشه مثل اینجا آی صفر میشود. یکی دیگهش مقاومت خارجی مدارتون خیلی زیاد باشه، یعنی بی نهایت باشه. اگر مقاومت مدارتون، اگر مقاومت الکتریکی مدارتون خیلی زیاد باشه، این آی صفر میشه. حالت دوم، اگر وی صفر بشود آیتون ای آروم میشه. پس این آی رو گفتیم بهش آی ماکزیمومه، بیشترین جریانی که میتونه از یه باتری عبور کنه ای آرومه. چه زمانی بیشترین جریان از یک باتری عبور میکنه؟ زمانی که اگر شما این باتریتون باشه مثبت منفی، زمانی که توسط یک سیم بیای این مثبت رو به این منفیه وصلش کنی، اتصال کوتاه میکنه، ولتاژتون صفر میشه. پس این ولتاژ صفر شدن یعنی اتصال کوتاه شدن. پس مفهوم اتصال کوتاه شدن رو در معنای کلیش بلد باشید. اتصال کوتاه میشه یعنی ولتاژ دو سرش صفر میشه. ولی تو این حالت جریان آی بیشینه که ای آروم هست داره ازش عبور پیدا میکنه.
شیب خطی هم که تو اینجا داره، اگر قدر مطلق شیب خط رو من بیام بررسی کنم تو این نموداری که دورش کات کشیدم، قدر مطلق شیب خطتون مقاومت درونی بهتون میده، چون شیبش منفیه، مقاومت درونی نمیتونه منفی باشه، بنابراین قدر مطلق بگیرید شیب خط رو، در حقیقت مقاومت درونی رو میتونید ازش استخراج کنید. پس این نکات بکری بود که تو این قسمت ما تونستیم از این مدار ساده به دست بیاریم. مفهوم اتصال کوتاه رو فهمیدیم، با نمودار اومدیم متش کردیم، هماهنگش کردیم، نمودار آی بر حسب آر رو متوجه شدیم، نمودار وی بر حسب آر رو متوجه شدیم، دو تا معادله کلیمون که مربوط به یک مدار تک حلقه ساده هستش، یکی این هست وی مساوی با ای منهای آی آره، یکی هم رابطه ای آی مساوی است با ای تقسیم بر آر به اضافه آر هست، افت پتانسیل درون مولد حاصل ضرب آی آر هست. اینا رو باید بلد بشین همه رو. اینها رو تونستیم استخراج کنیم. خب نکته بعدی در حقیقت همین پارامترهایی بود که توضیح دادیم، به انضمام این که تفاوت باتری نو و کهنه رو داریم. باتری های نو باتری های هستن که مقاومت درونیشون خیلی کم هست، باتری های کهنه یا فرسوده باتری های هستن که مقاومت درونیشون زیاد هست. پس این را هم توجه داشته باشید. تو هر کدوم از این حالت هایی که شکل رو آورده، یه اختلاف پتانسیل دو سر مولد برابر با نیرو محرکشه، یعنی رابطه وی مساوی با ای تو این ستا هست. یه مولد یه ولسنج ایدئال به تنهایی متصل بشه به دو سر یه باتری، ویش همیشه ایه، کلید باز باشه، مقاومت هم داشته باشی، باز وی برابر ایه. زمانی هم که مقاومت درونیتون صفر باشه، یعنی باتریتون آرمانی باشه، وی برابر با ای هستش. پس سه حالت هست که وی میتونه برابر با ای بشه، اینم باید داشته باشی. خب میگیم اگر دو سر یه مولد با نیرو محرکه ای مواد داخلی آر رو با یک سیم رابط بدون مقاومت به هم وصل نماییم، بیشینه جریان الکتریکی آی ماکسیموم ای آروم هست که تو بالا براتون توضیح دادم، ولتا اختلاف پتانسیل دو سر مولد برابره صفر میشه، که هر موقع ولتاژ دو سر یه چیزی صفر بشه میگیم آقا اون اتصال کوتاه میشه، میذاریمش کنار. این الان ولتاژ صفر مربوط به اختلاف پتانسیل دو سر مولده، اگه ولتاژ صفر مربوط به اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت باشه، اون مقاومت هم مدار حذف میشه. مدار تک حلقه با چند تا مولد، خب اگر مدار چند تا مولد رو ما داشته باشیم، در حقیقت اگر یادتون باشه اومدیم از یه قاعده استفاده کردیم به نام قاعده حلقه. قاعده حلقه اینطوری مطرح میشد که زیگما وی مساوی صفر بود و می اومدیم پتانسیل ها رو از یک نقطه دلخواه تو مدار شروع میکردیم، اگر همجهت با جریان میرفتیم از مقاومت ها گذر میکردیم، به اندازه منهای آی آر افت پتانسیل ثبت میکردیم، اگر خلاف جهتش میرفتیم به اندازه مثبت آی آر افزایش پتانسیل ثبت میکردیم، هنگام گذر از باتری اگر از پایانه مثبت به منفی میرفتیم، یعنی اگر این باتریمون بود، اگر در این جهت حرکت میکردیم، کاری نداشتیم جهت جریان به کدوم سمته، حرکت خودمون اگر در این سمت بود، چون از پایانه مثبت داریم بریم به پایانه منفی به اندازه منهای ای ثبت میکردیم، اما اگر از پایانه منفی به مثبت بود به اندازه مثبت ای ثبت میکردیم و یه معادله به دست میورد مربوط بود به کل مدار، اصطلاحا بهش میگفتیم معادله ولتاژ. بر اساس این معادله ولتاژ، حالا کمیت هایی که مشغول داشتیم میومدیم حساب میکردیم، کاری بود که تو فیزیک دو انجام میدادیم.
یه رابطه تستی هم داره که رابطه تستیش چیزی که الان اینجا شما دارید مشاهده میکنید آی مساوی است با زیگما ای، زیگما آر به اضافه زیگما آر. زیگما آر ها موقعیت های خارجی هستند، زیگما آر ها جمع موقعیت های داخلی، جمع موقعیت های خارجی. اما این زیگما ایه همیشه ای یک به اضافه ای دو نیست، بستگی داره که مولد ها نسبت به هم تو مدار چگونه به هم متصل شده باشن. پس اگر مولد هامون به این صورت به هم متصل شده باشن، حالا این ادامه داره دیگه، من دو تا مولد کشیدم مثلا ای یک ای دو، تو این حالت زیگما ای شما برابر میشه چون پایانه های ناهمنام به هم اتصال دارن ای یک به اضافه ای دو میشه. اگر پایانه های همنام به هم اتصال داشته باشن، یعنی شکل مدارتون به این صورت باشه، زیگما ایتون قدر مطلق ای یک منهای ای دو خواهد بود. من نمیدونم ای یک بزرگتر یا ای دو، دیگه قدر مطلق شو نمیشتن. به خاطر همینه شما الان تو این شکل رو توجه کنید، الان سه تا مولد به شما داده، باتری های ای یک و ای دو پایانه های ناهمنامشون به هم اتصال دارن، پس بنابراین این دوتا با هم جمع میشن، ای سه پایانه های همنامش با ای یک و ای دو در ارتباط هست، پس از ای سه کم میشه. پس نگاه کن الان اینجا ای یک به اضافه ای دو منهای ای سه تو مخرج که از جمع مقاومت هست. این رابطه تستی است. اگر نخواهید از این استفاده کنید باید برید معادله ولتاژ بنویسید، که حالا من تو تست ها در حقیقت یه توضیحی پیرامون هر دوتاش مجددن خواهم داد. حالا درسنامه رو بگیم تا برسیم به تست ها. یه نکته دیگه ای که هستش تو این دوتا قسمتی که الان من نوشتم، این زیگما ای که حالا پایانه های ناهمنام هستن و زیگما ای که پایانه های همنام هستش، تو اینجا اینها اثر همو تقویت میکنن، در حقیقت مثل کنترل یک دستگاه مثلا تلویزیون میمونه. شما پایانه های یعنی اون باتری که شما دارین یکی رو اینطوری قرار میدین تو کنترل دستگاه، یکی رو اینطوری قرار میدین دیگه، بالعکس دیگه، مثبت منفی منفی مثبت. این 1.5 ولت، اینم 1.5 ولت، جمعش میشه 3 ولت. این 3 ولت باعث میشه این کنترل کار کنه. اما اگر اینها رو بیاین پایانهای همنامش رو قرار بدین، حالت تضعیفی داره دیگه، 1.5 منهای 1.5 میشه 0. حتی یکی از اینها هم 2 ولت باشه به عنوان مثال، میشه 2 منهای 1.5 میشه 0.5 ولت. پس تو یک سری از این باتری‌هایی که به این صورت هستن، در حقیقت یک باتری داره شارژ میشه، به عنوان مصرف کننده ما داریم ازش استفاده میکنیم. گوشی تلفن همراه تا زمانی که شارژ داره، وصل به شارژر نیست، داره مولد خودش، باتری خودش داره به مدار انرژی میده. ولی همین که من اون رو میزنم به شارژر، شارژره میشه اون که داره انرژی میده، باتری گوشی داره انرژی میگیره. پس یکیشون میشه شارژ شونده، یکیشون میشه شارژ در حقیقت داره شارژ میده دیگه، انرژی داره میده تا اون یکی بگیره. میگه یک مثال عملی از چنین مدار الکتریکی منظورش اینه، شارژ شدن باتری خودرو یعنی باتری 3 توسط یک یا چند منبع نیروی محرکه دیگه یعنی باتری 1 و 2. الان باتری های 1 و 2 دارن باتری 3 رو شارژش میکنن، پس این دوتا انرژی دارن میدن، از دست میدهن، باتری 3 انرژی میگیره، مقاومت انرژی میگیره، این مقاومت انرژی میگیره، اینا میشن مصرف کننده های ما.
اینجا اومده همون رابطه زیگماوی مساوی 3 قاعده حلقه کیرشوف یا قانون ولتاژ کیرشوف رو میگه که در هر دور زدن کامل حلقه از مدار جمع جبری ولتاژ ها یا جمع جبری اختلاف پتانسیل های اعضای مدار باید برابر صفر باشه. حالا از هر قسمتی که عبور میکنیم با توجه به جهت جریان این معادله ولتاژ چی میشه؟ نوشته میشه که اینجا ما توضیحاتش رو تو این شکلا در حقیقت یک بار دیگه من این توضیحات رو تو قسمت بالا گفتم، یه بار دیگه هم میگم که کاملا براتون یادآوری بشه. ببینید تو اینجا جهت حرکتتون خلاف جهت آی هست، پس مثبت آی آر دلتا ویش میشه. تو اینجا اگر هم جهت با جریان جهت حرکتتون هم باشه دلتا ویتون منهای آی آر میشه. تو باتری ها اگر از پایان مثبت بیاییم به پایان منفی منهای ای میشه، دلتا ویتون منهای ای میشه. اما اگر خلاف جهت حرکت باشه یا پایانه منفی بیاییم به عبارت بهتر به پایانه مثبت، دلتا ویتون مثبت ای میشه. همین مسئله رو توجه کنید که تو اینجا حل کردیم، مشاهده کنید ببینید الان از آ میخوام بیام به ب، پس میگم وی آ منهای آی آر دو رسیدم به پایانه باتری، پایانه مثبت به منفی گفتیم میشه منهای ای دو، پس منهای ای دو منهای آی آر دو منهای آی آر دو رسیدم به نقطه بی وی ب. حالا از آ به ب میریم خلاف جهت جریان میریم، خب پس وی آ این وری دارم میرم، شکل دومی این مربوط به اینه، از این ور دارم میرم، پس میشه وی آ منهای ای یک منهای آی آر یک منهای ای یک، چون خلاف جهت میریم به اضافه آی آر یک، درسته؟ دوباره به اضافه آی آر یک، درسته؟ مساوی به وی ب. در هر صورت هیچ فرقی نمی کنه، من این رو وی آمن های وی بمون در هر دو صورت یکسان خواهد شد، یعنی فرقی نخواهد داشت. قاعده حلقه یعنی زیگما وی مساوی صفر چیزی جز پایستگی انرژی نیست. در واقع در هر مدار الکتریکی انرژی تامین شده توسط مولدها به صورت انرژی گرمایی در مقاومت داخلی مولدها و مقاومت‌های خارجی ظاهر میشه. خب یه سری تست هایی که توی این قسمت مطرح هست یعنی برای درسنامه امروز هست رو من براتون حل میکنم از کتاب، خیلی سخت. اولین تست تست 2172 هستش. تو تست 2172 میگه که دو قطب یک باتری به مقاومت درونی آر رو به دو سر سیمی به مقاومت آر دوم میبندیم. پس یه سیمی داریم، این سیمه رو اومدیم متصل کردیم به یه باتری، مقاومت این سیمه آر دومه. طبق فرض مسئله باتریمون ای و آر. خب گفته اختلاف پتانسیل باتری در این حالت چند برابر نیرو محرکشه، یعنی نسبت ویوم رو از شما میخواد. خب من اولین کاری که میکنم آی رو به دست بیارم، پس آی مساوی است با ای، آر به اضافه آر، پس آی مساوی است با ای، خب میشه آر دوم به اضافه آر میشه دو میشه ای، این میشه سه دوم آر، پس کلن میشه آی مساوی است با دو سوم ای آروم ای آروم. جریان رو به دست آوردیم، میخواییم ولتاژ رو به دست بیاریم، ولتاژ دو سر باتری رو، ولتاژ دو سر باتری V ای منهای آی آره، پس V
ای خودش، منهای آی خودش، به جای آی دو سوم ای آروم میذاریم. آرها با هم ساده میشه، ای منهای دو سوم ای، پس وی میشه یک سوم ای، پس وی ایوم میشه یک سوم. یه روش که توی تست گزینه یک درست. اما ما میتونستیم این کار رو انجام بدیم، اختلاف پتانسیل این دو سر، دو سر مولد با اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت هم برابره. من میتونستم تا اینجا راه حل رو که اومدم حالا بگم V مساوی است با IR. خب پس V مساوی است با آیمون شد دو سوم ای آروم، زب در آرمون هست آر دوم، ساده کنید دو هم ساده میشه، پس نسبت وی ایوم میشه یک سوم. پس از اینجا میشه روش دوم، فرق نمی کنه چه از این برین چه از این برین، جواب یکی به دست میاد. تست بعد، تست 21-73 میگه یک باتری با نیروی محرکه. تست 21-73 میگه یه باتری با نیروی محرکه 6 ولت رو که مقاومت درونی آن آره است به مقاومت آر میبندیم. پس یه مقاومت آر داریم، این ایمون گفته 6 ولته، مقاومت درونیش هم نداده دیگه، مجهوله. جریانی به شدت 0.2 آمپر میگه از اون عبور میکنه، پس آی مدارمون 0.2 آمپر هستش. افت پتانسیل در مقاومت درونی، خب افت پتانسیل در مقاومت درونی یعنی حاصل ضرب آی آر چقدره؟ میگه 1/9 افت پتانسیل در مقاومت خارجیه، یعنی 1/9 آی آره. خب آی ها با هم ساده میشن چون با هم برابرن، پس آر کوچیک میشه آر نهم. خب خیلی راحت، آی مساوی است با ای آر به اضافه آر. خب ایمون که هست 6، این آرم چون آر کوچیک آر بزرگ رو میخواد، به جای آر همین آر نهم من میذارم، پس میشه آر به اضافه آر نهم، پس آی میشه 0.2، 6 مخرج مشترک 9 آر و یه آر میشه 10 آر. پس از این نتیجه میگیریم 10 آر در 0.2 ضرب میشه، میشه 2 آر، 54 9 6 تا 54 تا، پس آر میشه 27 او، که گزینه 3 درست هستش. تست 21-81 رو هم حل کنم براتون ببینید. تست 21-81 یه مداری به این صورت کشیده، یه مقاومت متغیر آر داریم تو این قسمت، یه دونم اینجا آمپرسنج کار گذاشته شده، اینم آر درونیه، اینم ایه، اینم که یه ولسنج. شکلی که داریم به این صورت، میگه در مدار شکل روبرو مقاومت متغیر آر رو تغییر میدیم. وقتی آمپرسنج جریان 1 آمپر رو نشون میده، پس انگار میکنه آمپرسنج 1 آمپر رو نشون میده، عدد ولسنج 10 ولته.
V1مون 10 ولت و اگر آمپر سنجمون I2 1.5 آمپر رو نشون بده، عدد ولت سنجمون 9 ولت. به ترتیب از راست به چپ مقاومت الکتریکی درونی مولد چند اوم و نیروی مولد، مشخصات ای و آر رو میخواد، این دوتا رو از مون میخواد. خب یک دستگاه در حقیقت دو معادل دو مجهول به عنوان یکی از روش هامون میتونه مفید باشه. من می‌نویسم V1 میشه ای منهای آی آر، اینم آی یک، آر آرمون هم که یکی هست، جای گذاری میکنم ده ای منهای آر. خب یکی دیگه هم داریم 9 میشه ای منهای 1.5 آر. خب کافیه این دوتا رو از هم کم کنیم، 10 منهای 9 میشه 1، ای منهای ای میشه 0، منهای آر به اضافه 1.5 آر میشه به اضافه 0.5 آر. پس از اینجا نتیجه میگیریم آرمون میشه 2 اوم. خب آرم که اومون میشه 2 اوم، اینمون میشه 12 ولت. پس آر 2 اوم و ای 12، گزینه 1 درسته. خب ببینیم آیا روش دیگه هم میتونیم برای این مسئله در نظر بگیریم یا خیر. ببینید الان V1 وقتی که 10 ولت باشه، V1 اختلاف پتانسیل این دو سره، مقاومت دیگه تو مدار نیست. پس V1 ولتاژ این دو سره این مقاومت پایینی هم میتونه باشه. پس V1 میشه نوش I1 R1. خب V1 مونده I1 1 آمپره، R1مون میشه 10 اوم. خب V2 میشه 9، 1.5، R2 میشه 6. R1 و R2 رو طی دو حالت من حساب کردم. خب پس I1 میشه ای R1 به اضافه R. خب این که 1 بود، وقتی 1ه پس این با این برابره دیگه، اینمون چنده؟ نداریم. R1مون 10ه به اضافه 1 به اضافه R. خب I2 هم به همین صورت، پس میشه ای آر رو به اضافه آر. نتیجه ای که میگیریم چه خواهد بود؟ مقدار آیدومون که هست 1.5، خب توی این آر رو هم ضرب میشه، میشه 6 به اضافه آر، میبرم که خودش ایه. به جای این ایه 10 به اضافه آر قرار بدید، پس میشه 9 به اضافه 1.5 آر مساوی 10 به اضافه آر. از اینجا نتیجه میشه بگیری که آرتون میشه 2 اوم. ببینید آر رو بذارید 2 میشه 12، 2 بذارید 9 سه 12 اوم. خب آ که به دست اومد آر شد 2 اوم، توی این بذارید ایتون هم به دست میاد 12 ولت. پس این هم شد روش دوم. بچه ها من بارها بهتون گفتم سعی کنید تست هایی که بهتون داده میشه همیشه از دو روش اگر بتونید، یعنی اگر یا اون مسئله امکان پذیر باشه که به خصوص تو تست های مربوط به الکتریسیته این امکان وجود داره، مثل تست هایی که تو سینماتیک هم حل کردیم، بعضا از دو بعضی از مسائلش از دو یا سه روش حل میشد. این دو یا سه روش حلی که در تست موجود هست باعث میشه که در حقیقت ذهنیت شما تقویت بشه، فرمول ها خوب توش تثبیت بشه و امکان پردازش به خصوص تو آزمون های
کنکور یا آزمون‌هایی که پیش رو دارین خیلی بهتر باشه، تو ذهنتون خیلی راحت‌تر اتفاق میفته، راه‌حل‌ها خیلی سریع‌تر به ذهنتون میرسه و راحت‌تر میتونید عمل کنید. خب تست 21-85 در مدار شکل روبرو مقاومت رئوستا رو از 8 اوم به چند اوم برسونیم؟ من شکلشو بکشم. یک، این رو نداریم، آرش یک اهمه، اینم که رئوستاتونه. میگه در مدار شکل روبرو مقاومت رئوستا رو از 8 اوم، پس آر یکمون 8 اومه، به چند اوم برسونیم، یعنی آر دو مجهوله، تا مقداری که ولسنج ایدئال نشون میده خب چقدر باشه؟ نصف بشه، نصف مقدار اولیش بشه، یعنی و دو یک دومه و یک بشه. خب ببینیم برای این تست بعد چی کار کنیم. خب و دو میشه آی آر دو، که من آر دو رو میخوام دیگه، ندارمش، یک دومه، این آی دو بود، این آی یک، آر یک. جریان هاشون یکسان نیست، چون وقتی مقاومت تغییر میکنه جریانی که تو مدار میاد متفاوت میشه. خب به جای این آی دو بنویسیم ای بخش بره آر دو به اضافه آر، یه دونم آر دو داره قرار میده، یک دومه، به جای آی یک میذارم ای، آر یک به اضافه آر، اینم یه دونه آر یک. شبیه این رابطه رو یا خود همین رابطه رو تو درسنامه داشتیم. خب ای ها با هم ساده میشن، پس میشه آر دو، آر دو به اضافه آرمون یک اهمه، آر یکمون هشته، هشته به اضافه یک میشه نو، دو تا نه تا میشه 18 تا، پس میشه 8 آر دو به اضافه 8، 18 آر دو، پس میره اون طرف میشه 10 آر دو مساوی 8، درش آر دو میشه 8 همه اون. توجه کنید که توی این سوالات که الان توی اینها گزینه 3 درست هستش، گزینه 3، توی همچه سوالی ممکنه مثلا تغییرات آر رو هم به شما بگه، یعنی مثلا به جای این که بگه آر دو رو به چند اوم برسانی، بگه مقاومت رئوستا رو که اولش 8 اوم بود چه مقدار تغییر بدیم، چه مقدار تغییر بدیم تا ولتاژ نصف بشه. خب در این صورت اگر اون رو از شما میخواست چه مقدار مقاومت تغییر کنه، یه موقع ممکنه تو تست اینو بهتون بده. خب اون موقع چیکار کنیم؟ دلتا آر رو میخواییم، میشه آر دو منهای آر یک، پس میشه دلتا آر منهای 8 دهم منهای 8 میشه منهای 7 و 2 دهم اوم، باید تغییر بدیم. منها نشون دهنده کاهشه. یا ممکن بود بگه چند درصد مقاومت رو تغییر بدیم، پس دلتا آر به آر 1 ضرب در 100 رو باید حساب میکردیم که میشه منهای 7 و 2 دهم، آر 1 تون اون موقع میشد چند؟ 8 ضرب در 100. خب میشه چند درصد؟ 72 دهم با 8 ساده کنیم میشه منهای 9 دهم، ضرب در 100 میکنیم
میشه منهای 90%. 90% باید مقاومت رو کاهش بدیم تا ولتاژ نصف مقدار اولیش بشه. خب اینم از تست 2185. یه تست دیگه ای هم براتون حل کنم، از یکم جلوتر حل میکنم که با توجه به زمانی که داریم تست ها براتون مفید باشه. تست 2224 رو حل میکنم. تست 2224. خب من شکل مدارش رو بچه ها براتون بکشم. یه مقاومت EOR داریم تو اینجا، مسائل کلیددار هستش. معمولا بچه ها با مسائل کلیددار مشکل دارن. خب یه ولت سنجم اینجا وصل شده. خب کلید K1 من اینا رو هم نامگذاری میکنم، R1 6 اوم، R2 15 اوم. اینم که کلید K2 هستش. میگه در مدار شکل مقابل هنگامی که K1 بسته است و K2 بازه، پس K1 بسته و K2 باز، ولسنس چه عددی رو نشون میده؟ 12 ولت رو نشون میده. اگر کلید K1 رو باز کنیم، پس K1 باز بشه و K2 بسته بشه، ولسنس 15 ولت رو نشون میده. اسمشو میذارم وپرین. 15 ولت رو نشون میده. نیروی محرکه باتری میگه چقدره؟ از کل اینها ای رو از شما میخواد. تست کنکور سراسری رشته ریاضی همونه. خب وقتی که K2 بازه از این شاخه جریانی عبور نمی کنه. پس مدارتون فقط میمونه شامل R1 و باتری و ولتسنج. خب وقتی V12 ولت باشه، پس میتونم بگم V مساوی است با حالا R1. جریان رو میتونم به دست بیارم، پس 12 ولت R1 رو ندارم تو این حالت و R1مون هم 6 اومه. پس در این حالت R1 2 آمپر خواهد بود، یعنی جریانی که از مدار عبور میکنه تو این حالت 2 آمپره. خب وقتی کلید K1 باز میشه، این بسته میشه، K2 بسته میشه، باز اختلاف پتانسیل این دو سر با این دو سر برابره، پس وپرین میشه حالا آیپرین یا آیدو فرق نمی کنه، R2 پس میشه 15 آیدو، پس آیدومون میشه 1 آمپر. خب حالا میگیم سر وقت I1 رو داریم، پس V1 منهای IR1، پس V1مون هست 12، ای رو ندارم، I1 رو حساب کردم شد 2R، و بعدیش هم به همین صورت V2مون 15 ای منهای آیش هم که شد 1، این هم میشه R دیگه. مجددن یه دستگاه دو معادله دو مجهول میتونیم حلش کنیم. خب از هم کم میکنم، یه منهای ای که 12 منهای 15 میشه منهای 3، یه منهای ای 0، منهای 2 آر، منهای آر، پس این آر میشه 3 اون، پس ای میشه 18 ولت، میشه 15 به اضافه 3، پس مقدار ای میشه 18 ولت. پس تونستیم از این را این تست رو هم به دست بیاریم که میشه گزینه 2. خب امیدوارم که از درس امروز استفاده کرده باشین. حتما این کلیپ رو مشاهده کنید، تست هاش رو تا ابتدای مبحث توان
من بهتون درس دادم. تست رو به گونه ای حالا انجام دادیم، این 5 تا 6 تا تستی که حل شد، که در اون برنامه زمانی که شما این کلیپ رو مشاهده میکنید بگنجه و بتونید حداقل یه 45 50 تا یک ساعتی تست بزنید و حتما هم این کار رو انجام بدید، یا اول تستای شناسنامه دار رو طبق روال گذشتمون بزنید، یا با توجه به زمانتون زوج و فردش کنید، حالا با توجه به اون مدیریت زمانی که دارین حتما تست این قسمت رو بزنید. همونطور که قبلا هم گفتم، الکتریسیته جاری از قسمت‌های بسیار مهم کنکور هستش. شما رو به خدای بزرگ می سپارم. شاد و تندرست باشید.